دیدار پوتین با فرماندهان ارشد ارتش در 100 کیلومتری اوکراین. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در مقر فرماندهی حمله نظامی روسیه به اوکراین در شهر روستوف در 100 کیلومتری مرز با اوکراین با فرماندهان ارشد ارتش روسیه دیدار و گفتگو کرد. در این نشست والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه و فرماندهان منطقه‌ای و دیگر فرماندهان ارشد درگیر در عملیات نظامی روسیه در اوکراین روند این عملیات را به پوتین گزارش دادند. نزدیک به 500,000 نظامی در جنگ اوکراین قربانی شدند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار آماری ادعا کرد که تلفات نظامیان روسیه در جنگ اوکراین به 300,000 نفر رسیده که از این میان 120,000 نفر کشته و 170 تا 180,000 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری الجزیره قطر به نقل از این روزنامه آمریکایی درباره تلفات نظامیان ارتش اوکراین نوشت که از طرف اوکراین نیز 70,000 سرباز کشته شده و بین 100 تا 120,000 نفر دیگر مجروح شدند. تصاویر تازه از سرنگونی پهپاد اوکراینی در نزدیکی کرملین. با افزایش حملات پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه، شهردار مسکو بار دیگر سرنگونی یک پهپاد اوکراینی در مرکز این شهر را اعلام کرد. آغاز رزمایش هشدار جدی ارتش چین در اطراف تایوان. شی یی سخنگوی فرماندهی منطقه شرقی ارتش آزادی بخش خرق چین اعلام کرد که ساعتی پیش رزمایش مشترک نیروهای هوایی و دریایی ارتش چین با نام هشدار جدی در اطراف جزیره تایوان آغاز شده است. مقامات تایوان میگویند بیش از 42 کشتی جنگی ارتش چین در این رزمایش شرکت دارند. به نوشته رسانه‌های چینی این رزمایش در پاسخ و در اعتراض به سفر اخیر ویلیام لای معاون رئیس تایوان به آمریکا برگزار می‌شود. هفته گذشته وزارت خارجه چین در واکنش به سفر ویلیام لای به آمریکا اعلام کرد که پکن نسبت به این سفر تحریک‌آمیز اقدامات قاطع و جدی اتخاذ خواهد کرد. به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین، پکن تحولات شرایط را به دقت رصد کرده و برای صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اقدامات قاطع و جدی اتخاذ خواهد کرد. لای که از نامزدهای پیشتاز انتخابات سال آینده تایوان محسوب می شود، در مسیر رفت و برگشت به پاراگوئه به منظور حضور در مراسم تحلیف سانتیاگو پنا، رئیس جمهور منتخب این کشور، به طور رسمی در آمریکا توقف کوتاهی داشت. چین جزیره تایوان را بخشی از قلمروی خود می داند و سفرهایی همچون سفر لای به آمریکا و یا حضور مقامات غربی در این جزیره خود مختار را نقض اصل چین واحد تلقی می کند. پکن پیشتر تاکید کرد که در صورت لزوم برای الحاق این جزیره از قوای نظامی بهره خواهد برد. نماینده کنگره آمریکا: ارسال F-16 به کیف گامی به سوی جنگ جهانی خواهد بود. مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، شب گذشته ابراز عقیده کرد که ارسال جنگنده‌های F-16 ایالات متحده به اوکراین گامی به سوی جنگ جهانی خواهد بود. این سیاستمدار در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت: اکنون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در فکر انتقال جنگنده‌های F-16 به اوکراین است و بدین ترتیب ما را به جنگ جهانی سوم نزدیک می‌کند. تیلور گرین افزود: بایدن در جهت منافع اوکراین کار می‌کند و منافع کشور خود را در آخر قرار داده است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.